دیروز خبر منتشر شدن ترک توماج به گوشم رسید. یه چند نفری کامنت گذاشتن و توماج ترک داده. من گفتم حتما شاید ای آی باشه دیگه، والا این ای آی گایده دیگه ما رو. بعد دیدم نه، صفحه رسمی خود توماج ترک رو پروموت کرد، یعنی استوری کرد. گفتم خب دیگه بیام ریاکشن برم. برو بیام. درود، پدرامیتا هستم و خیلی خوشحالم که اومدی تو کانال من این ریاکشن رو ببینی. اگر لایک کنی، سابسکرایب کنی، کامنت بذاری، حال میکنم. بچه ها ببین، توماج و عشق توماج داشتم. توماج نقطه های تو، یکی از نقطه های تو، یک نقطه جش چشامن، نقطه ها چشام باشه توماج داشتم. ولی خیلی خواهیه داره. مثلا تتلو، حالا شاید تتلیتی رو ناراحت بشم، ولی تتلو اینجوری نیستش که سینه سپر کنه، گردن کج میکنه. خیلی جا تتلو گردن کج کرده در طول تاریخ نگاه بکنی، ولی این همیشه سینه سپر بوده، رفته اون تو شکنجه شده، تا اومده بیرون گفته من شکنجه کردم، کیونشون رو پاره میکنم، شکایت میکنم، دهن من رو سرویس کردن. این حکومت نیست، حکومت مردمی باید باشه، این اصلا حکومت مردمی نیست و فلان و اینا. دوباره گرفتنش. بعد یه سری کسخل میگن تو ماج وصله. من نمیفهمم اینا رو، واقعا من اینا رو نمیفهمم. خیلی با کسخل باشی فکر کنی تو ماج وصله. رسما مردی اومده بود تو خیابون، میگفت مردم بیاین تو خیابون، حرف بدی هم نمیزد، میگفت خب بیاین تو خیابون، بیاین دوره هم باشیم، خیابون مال ماست دیگه. این حرف بدی نیست که بگیم آقا مردم بریم تو پارک بشینیم، مردم بیاین برقصیم، مردم تو خیابون باشیم. این کار بدی نیستش که، دعوت مردم به خیابون کار جرمی نیستش که، اشتباهی نیستش که، ولی بهترین کار بود اون لحظه. اگر مردم می اومدن تو خیابون تموم بود. خیلی خوب، بریم سر وقت ترک، بریم سر وقت یوتیوب توماج. اسم کار تیفوسه، تیفوس نوعی بیماری بود که باعث ریزش مو میشد. تا اونجایی که اطلاعات من تو مغز من دسترسی داره این بود تیفوس. ویژوالایزرم هست کار، یعنی این انتظار داشتم اینقدر هوشمند هست که قبل از اینکه اون مصاحبه رو پخش بکنه ترکایی هم ببنده، آهنگایی هم بخونه، چه میدونم 4 تا نامه هم بنویسه، 2 تا حرکت دیگه ای که شاید هنوز هیچکی نمیدونه هم شاید این کرده باشه، که مثلا گفته اگر منو کشتن اونا رو بدید بالا، مثلا اون ویدیوها رو، اون داستانا رو. یعنی همچین آدم باهوشی هم هست توماج. این یکی از ترکاییه که قراره بشنویم. مطمئن باشید اگر توماج نیاد بیرون چند تا ترک دیگه هم آماده کرده توماج. اینو مطمئنم، حس میکنم، میبینم، با اینکه کسی بهم نگفته ولی میدونم اینه. حتی ویدیو نوشته اینا رو، همه رو من میدونم، مطمئنم. مثل اینکه این دوربین، این لنز رو چطور دارم میبینم، اونا رو هم دارم میبینم، همونطور که آزادی ایران رو میبینم. خب بریم ادامه. خب موزیک خیلی شروع حال داره، خیلی سریع های حتی داره سریع میخوره. بعد یک زمزمه اون زد دیدر دام دام ربی بات دام دام، یه همچین فلوی به ذهنم، به گوش من رسید و فکر میکنم موزیک ریتمیکه، خوراک رقصه اصلا، یه همچین حسی داد همین اولش. میدونن همه گشاد دهنت بزرگه ولی این لغمه برا تو، جواب آخر دعا کردنت منجی میاد میدوزه جمع لباتو، منجی میاد میدوزه جمع لباتو. چون اگر امام زمان ظهور بکنه، این امام زمانی که خودشون میگن وجود که نداره، اگرم بیاد اول از همه کونه همین آخونده رو باید پاره کنه، سپاهی ها و بسیجی ها رو مطمئن باش جر میده که این همه ظلم داره اتفاق میفته به واسطه ایدئولوژیشون. میگه اول میاد کونه تو رو پاره میکنه بابا کسخال. میدوز جمع لباتو به گاوندی عادت کردی، دیس ما ولی فکر نیست سر بود جمد سپاه المهدی، سجده کن تا مده بنزین بزن. او دیسه 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 دیسه، بچه های نسل بچه هایی که وصلن دیگه. پوری، من مورز میگم پوری، کی من میگفتم پوری وصله، یادتونه شما گفتی این هم همه رو بس ماله، دیدی وصل بود صفت پوری. ام جی سامان اینا که دیگه تابلو هن.
و یه چند تای دیگه هم هستن که متاسفانه دوست ندارم بگم، شاید بگم البته الان اینجا جاش نیست بگم، ولی میگم، ولی همه رو من زیر نظر دارم، منتظرم ببینم کی چه ترکی میده ریاکشنشو برم همونجا سیخ داغ و بکنم وسط، دارم عصبی میشم کنترلمو حفظ کنم بریم تو ماج عشقه، تو داشم تو ماج، ببین تو ماج کاسه به در کیه توی کاسه به خون پرچم تروریه که را بده پول کاسه به لیسه کل تیمه قاسده تون هیچ جور در نمیاد این زایده جور آشتی کنون بود یا بله برونه زایده چه به جا استفاده شد دوباره گوش بدم اینجا رو خوشم هیچ جور در نمیاد این زایده جور آشتی کنون بود یا بله برونه اجماع شغال زیر دست چوپون اجماع شغال زیر دست چوپون اوه 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 تشبیه رو ببین ببین وظیفه چوپون نگهداری از گله است. حالا گله رو معمولاً به مردم تشبیه میکنن که آقا چوپونم اون کسیه که مملکت رو باید ببره جلو دیگه، میگه چوپونمون رفته با شغالا دست به یکی کرده که بریزن اصلا نابود کنه، که همجوری هم داره میشه دیگه، میبینید دیگه ایران و ایرانی و فرهنگ طبیعی همه چی داره به گاه میره، خودتون دیگه میدونید دیگه، ارزش پول ارزش پاسپورت دیگه نیام براتون نشمرم، خودتون میدونید برون اجماع شغال زیر دست چوپون دسته یه کور دنبال رمز فیت میزنه بیرون نه ما بعد دخول حالت دستی را آه فیت میزنه بیرون فیت میدن بعد از دخول. آره اینا گاوبندی مشخصه، خوب گاوبندی کردن اپیکور چند تایی هستن دیگه، اپیکور 8 سال به من دادن به خاطر به جرم رپ کردن خواست شعر دروغ هم بلد نیستید بگید. حالا بریم ادامه. دستات باز ولی پاوند داری. ببین یه چیزی رو من بهتون بگم، کلن جمهوری اسلامی سیستمش اینجوریه که یکی رو میفرسه از مملکت بیرون، همون هم سپورت میکنه که مردم توجه بگیرن یا توجه ها بیاد روش. خیلی این چیزها رو داریم، مثلا خانوم مسیح علی نژاد یکی از همون هاست، یکی از همون کرکتر هاست که خود رژیم میفرسته بیرون میگه آقا تو برو به ما بد بگو، سیستم به جاش مغلطه کن به هم دو به هم زنی کن. یعنی جمهوری اسلامی و تمام حکومت ها میدونن یه سری مخالف دارن. خب بذارید یه مطلب مهمی رو بهتون بگم، جمهوری اسلامی و تمام دولت ها میدونن آقا یه سری مخالف بالاخره دارن، هر کاریش بکنن یه سری مخالف هست، پس بهتره که ما خودمون یه چند تا مخالف در بیاریم از تو آسینمون بذاریم اونجا لالوهای اونا، بگیم آقا شما به ما مخالفت کنید که حداقل توی دسته دشمن ما آدم داشته باشیم، ادای مخالفا رو در بیار که ما کونتو پاره کردیم به ما فوش بده، به رهبر فوش بده، همه رو فوش بده، ادای مخالفا رو در بیار، ولی به وقتش اونجوری عمل کن، یعنی وقتی که آشوب شد تو یه جور دیگه باید عمل کنی، باید آروم کنی، فلان کنی، حاشیه درست کنی، مغلطه کنی که داستان درست نشه. این به این دشمنا باید توجه کنی که متاسفانه خیلی زیاده، یکیش هم به تازگی برگشته ایران توی حبس، تاریخ مصرفش تموم شده، الان اپیکور رو جاش گذ میخوام بذارن که اپیکور بشه مثلا اون جای اون شخص که یه سری سلبریتی خارج از کشور مخالف واسه شون باشه که به جاش بتونن ازش استفاده بکنن. حواستون به این داستان باشه کلا چه من بودم چه نبودم، حواستون به این داستان باشه. غلام نظام مبلغ فحشی الحق کرب کنه سارن به من میگن راده تندرو شوالیه دشمن نظام آره تانک دارم دوتا تو همه سپاه از به این میگن خایو گنگ. بعد شما یه سری اسکل پلشت و خاص خال با سپاه در مردی با سپاه دست میگه سپاه تو خواهم سپاه، اونا نهایتا بتونن دوست دخترای همدیگر رو دیس کنن، خودش مثلا در این حده آقا دوست دخترتو کردم، یعنی حرکت گندشون اینه، با نظام در میفته. بعد شما میری طرفدار مثلا چه میدونم تو همه سپاه از پایین شهر خبر نداری، نه اینجا پلیسا بگیر نیستن فراری هم شبی خون زدن به رئیسات که نقدن بازی نیست جنگ چش نذاری پر چش نذاری پر پلک نذاری شب کابوس هر بابتم زد. بعد موزیکی خورده منو دزدید، موزیک بیت خیلی خوبه، خیلی فاصله که اون زیر گرفته خیلی فاصله عجیب و جذابیه. خب بذار ببینیم حالا شعر چی گفت، بگیشیم عقب. دوتا پادگان تخمه سپاه از پایین شهر خبر نداری، نه اینجا پلیسا بگیر نیستن فراری هن شبی خون زدم اینجا پلیسا بگیر نیستن فراری هن آه 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 پایین شهر رو میگه ترسن مردم
فراری هم دست مردم فرار میکنن تو پایین شهر. شبیخون زدم به رئیسات. به رئیسات که نخوابیدن. آها رئیسات همون پلیسا رو میگه، میگه پلیسا رئیسای شمان. بازی نیست جنگ، چش نذاری پر، چش نذاری پر، پلک نذاری شب، کابوس اربابتم پر، کابوس اربابتم، کابوس اربابتم، کابوس اربابتم. زد نگاهیدم، زد بازی رو شاید داره میگه، کابوس اربابتم زد نگاهیدم، زد بازی رو داره میزنه، میگه من کابوس اربابتم هم زد بازی رو نگاهیدم، یه همچین چیزی شاید. تشنه بی هنر، حیفه بی تو حرف رب کربلات، تو رو تشنه می ببرم، تو رو تشنه می برم، می برمه ولی سناخته گذاشته خیلی خوب. برمه می ریم جنجالی تیم، رو خودتو باندت سرپا می گیریم، اینجا سلاخی سیک رب با زیر تیک، با صد سال قدمت صد پا زیر شید کرد، با صد سال قدمت سرپا زیر شید، سرپا هم باشید باز زیر خواهی هاشیم. می ریم جنجالی تیم، رو خودتو باندت سرپا می گیریم، اینجا سلاخ خودتو باندتو سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رفت و زیر تیک و ست سال قدمت ست با زیر شیر کرد بزن جو فوت کوراس هم خوب بود نه دری ریلی رب بره بره نه دیتر ران تره ره خوب خواه خالی ببنده جیبت کوچیکی که گاری بهت وصله بعد جور داده جیبت کوچیکی که بهت گاری وصله چون خود توماج بچه مایه است تا اونجایی که من میدونم باباش تراشکاره، خودش تراشکاره، کارگاهی، یعنی دستشون به دهنشون میرسه، حالا نه اینکه مایه دار باشن و از اونایی یعنی هم که صنعتگرن و پولا از هنر صنعتشون کشیدن بیرون، اینجوری نبوده که ملک بفروشن و دلالی کنن و فلان و اینا، صنعتگرن. یعنی چی صنعتگر؟ یعنی اینکه قطعاتی تولید کردن که هم باعث پیشرفت مملکت شده هم اینا پول کشیدن بیرون از توش، دلالی ملالی و نمیدونم پول بابا و این از اینجور جاها نرسه، یا مثلا خواهی مالی نظام بکنی تا یه سرمایه بریزه واسه موزیک ویدیو و کلیپ و یه شرایطی ایجاد بکنه که سهولت ایجاد بشه، نه همه کاراشو خودش کرده. اون موقع هم که ویدیو میداد پابرنه همه کاراشو خودشو، حالا خوده تنهاش نه، یه تیمی داره که انجام میده و از کسی مایه نمیگیره. خیلی خوبه تو ماش، خیلی فرقشه، اینو الان کسی نمیفهمه، اینو شاید 20 سال دیگه بفهمن تو ماش کی بود، چه پلشتی بود اون آقای پوری که مردم میپرستیدنش، خمینی هم میپرستیدن، الان ما میفهمیم که خمینی چه لاش گوشت به درد نخوری بود، شاه چی بود. یعنی یه همچین تفاوتی بین تو ماش و پوری و امثال پوری ها، حالا صاف پوریو میزنم واسه اینکه تقریبا تو یه نسلن با هم دیگه معروف شدن، توماج و پوری. و توماج توی سال 401 کجا واسداده بود، پوری کجا واسداد، پوری اومد فیت و فلان با ایپابولوژیست رو دن آجی براموش کنی ولش کن دینگره گشنون تو رو تلاشی منوشی هم شروع کرد مغلطه کردن و رقص عربی با چون پریدن وسط داستان، اصلا رپ فا یهو جهتش عوض شد. اینا رو یادتون بمونه. اگر چرا نازی باید لاتی برقصه، اگر رقصت خوبه ما میز داریم، ما مهمون نوازی میزبانیم. چقدر عجیب، چقدر عجیب، پشمام همزمانی رو دیدی؟ گفتم پریدم وسط رقصیدم، مثال رقصیدم، اگر رقصت خوبه ما هم میز داریم. پرام درزام، این بهترین همزمانی بود که اتفاق افتاد. چرا نازی باید لاتی برخصه، نازی باید لاتی برخصه، میگه تو آدم نازی هستی، اصلا تو چیزی بوس کردنی، نازی باید لاتی برخصه، اگه رخصت خوبه ما میز داریم، ما مهمون نوازی میزبانیم، ایسوازی بلدیم و ایسگاهی میزنیم و جا کوکول میدیم ریتالین بهت، جای کوک بهت ریتالین بهت میدیم که بیهوش بشی ترتیب تو بدیم، مهمونی میگیریم تو بیا برقص، جای کوک میدیم میدوت رو هوا، اگر صحبت دیس و دیس باسی باشه اینجوری دیس میکنه مادر میگاد تو ماج. آی خدا من خیلی منتظر لحظه سقوطم،
لحظه سقوط به بعد خیلی جذاب میشه همه چیز، خیلی جذاب میشه دوستانه، خیلی جذاب میشه همه چیز. بریم به تلاتی تا وقتی که پیکنیک بره، تا وقتی که جنس تو چیلی بره، از تخ دنبال رنگ میدوه. اوپس بچه پشت میک شیر شده، اوپس بچه پشت میک شیر شده. اوپس علازه فلویم، اوپس تاتین تاتارا، ببین دنبال رین میدوه. اوپس بچه پشت میک شیر شده. حالا هی استوری بذار لاتی پر کن، فاتح جنگ تو داری کن، تو نقش و نگار کن و زبون بازی بلبل، تو اینستا ملق و جلو قاضی قنبل، تو جلو قاضی قنبل، تو اینستا ملق و خیلی قوی زد ولی خدایی. تو جیگرشو نداری داشتی من. آره من جامعه، تو شهرت سرمایه، من زنجیر ظلم، تو قلاده پایین دنیا ماز، من زنجیر ظلم دور گردنم بود، تو قلاده ظالم. دست حقیقتا همینه دیگه، حرفایی که راجع به ضد نظام زده بود توی آهنگاش هم اونا رو پاک کرد و اظهار پشیمانی کرد، ولی امثال توماج از چیزایی که میگه اظهار پشیمانی نمیکنه، میگه آقا من همین گفتم که گفتم، پاک نمیکنم، هرچی گفتم گفتم. اینه فرقش، باید بدونی که عاشق کی هستی. آدم ها و این حقیقت آدم ها رو وقتی که به طرفداراشون میگی فوش میخوری، ولی بعدن میفهمن. همونطوری که سر حسین هم یه چیزایی من بهتون گفتم، کلی فوش خوردم، بعدن فهمیدن و خیلی ها فهمیدن باز یعنی یابو آب میدن، نه نداره، حالا هلش کن، آهنگاش خوبه دیگه، آهنگاش رو دوست دارم گوش بدم. خب دوست داری گوش بده، آهنگاشو گوش بده، حال کن، طرفدارش باش، هستم به من چه، حالشو ببر. یعنی من چیزایی که از بیرون دارم میبینم و میگم. با برنامه میریم جنجالی تیم، رو خودتو باندت سر با میگیریم، داخلی سیک نپا زیر تیم، با صد سال قدمت سر پا زیر شید، با صد سال قدمت سر پا زیر شید. خیلی باحال داره میگه، با اینکه من تازه کارم ولی کلمون یه سری از این قدیمی ها و صد سال قدمت و فلان اینا ریدن. نیستی تو اینا بسلن به تو، اصلا پسر پوتی زیر پرچم به تو، واسه نظام تو بس نیستی اینا بسلن به تو، اصلا واه چه چیز باحالی گفت، نیستی تو اینا بس، اصلا بس نیستی اینا اصلاً به تو، به تو اصلا پسر پوتین زیر پرچم به تو، پسر پوتین رو داره شایه رو میزنه، شایه بود که میگفت من پسر پوتینم، شایه درست میگه، شایه هم وصل متاسفانه، اینو من فهمیدم، خیلی وقت فهمیدم، ولی خب زیر پرچم تو واسه نظام به کشی الهام چرخنده تو، ریپ هاپ از وجودتون شرمنده شد، حالا بگو ببینم نونش، ریپ هاپ از وجودتون شرمنده شد. میدونی کی داستان جذاب میشه بچه ها؟ وقتی یه گفتم حکومت سقوط کنه و همه چیز آزاد بشه، از جمله هیپ هاپ، یعنی اینجوری نباشه که کسی که میاد رژیم رو دیس میکنه بره زندان و اون کسی که میاد به رژیم میچسبه ترفی بگیره، نه، همه چی از آزاده، تو میتونی رژیم رو دیس بکنی، خالت رو دیس بکنی، هر کاری، رقص آزاده، مشروب آزاد، آزادی آمریکا، هر کاری دوست داری، اصلا رئیس جمهور رو مسخره کن، برو جلوی دفتر ریاست جمهوری، حالا یا دفتر پادشاهی مشروطه اگر مشروطه بشه، برو من، یعنی موقع ایران آزاد بشه اونجوری آزاد میشه که اگر پهلوی بیاد من می‌نویسم مرگ بر پهلوی، میام تو خیابون کسی نتونه تخممو بخوره. میدونی اینجوری باید آزاد بشه، اینجوری آزاد بشه دیگه هیچ مشکلی نیست دیگه، اونجا میفهمیم چند چندیم دیگه، توماج نباید کونه خودشو واسه آزادی پاره کنه، وقتشو بذاره واسه آزادی، وقتشو میذاره واسه دیس کردن، واسه پارتی خوندن، واسه لاو، چیزایی که حالا دیگه دغدغه خیلیا میتونه باشه. وقتی که آزادی باشه خب اوکی دیگه آزادی اصلا، من برم به خودم برسم، برم به عشق و حالام برسم، راجب گل بلبل بخونم، ولی تا وقتی که یک سرطانی یه چیزی داره ایران و ایرانی رو نابود میکنه وجود داره و داره رشد میکنه، تو بیای گل بلبل بخونی یه جوری نیست، اونم هیپ هاپ رپی که از اعتراض اومده، اصلا خاصیتش اعتراضیه. حالا بریم جلو. نونش چربه بگو قیمت خون شوری چنده، ببینید گنگ تو مصر نه بیت، اسپانسر سپاس که لبش گفتن، گنگ تو مصر نه تو بیت، حسینو زد، میگه گنگ توی مصر تو شعر نه تو بیت، میگفتش که گنگ پر انگار خود رهبری، هم حسین هم زد، آفرین بابا. بعد از سقوط خیلی جذاب میشه بچه ها، خیلی جذاب میشه داستان، خیلی جذاب میشه داستان.
من خیلی خوشحال میشم چه باشم چه نباشم. مطمئن باشید روزای جذابی رو شما تجربه میکنید. خود تو مطمئن باش، تو میبینی، تو می... اون رستاخیز رو تو میبینی. لبیک اسپانسر سپاس که لبیک گفتن. رپر نیستن اینا، بدکای پر حرفن، بلدن توی لیگای لوپن در میاد صداشون چون 24 قرصن، نام پسند خون سیاسی رو دوپن 24 قرصن. هیپ هاپولوژیست هم زد آهنگ قرصش، چقدر خوب به همه رو زده، میگه همش رو قرصن و فلان و اشاره به چیزا داره میکنه، نسل چاریایی که به حکومت وصلن همه رو داره میزنه. آفرین چاره قرصن، نام پسند خون سیاسی رو دو په لوبیا پایین، اینجا زمین منه، من در دایه کلمه تو کبیر لوبیا پایین، خون سیاسی رو دو پهلو بیا پایین، اینجا زمین منه، من در دایه... سیاسی رو خون دو پهلو همون آقای پوری بود که منم تو اون ریاکشن یقش رو گرفتم، مشخص بود سیاسی نبود، خارکسته بازی بود قشنگ. جناب سرم اومد ولش کن فلان کس شعر پایین، اینجا زمین منه، من دریای کلمه تو کبیر لبه، پرچم خلقیم تو جزیره تهش، این که رأس و زد با... واه چه چیزای حالی میگه، چی شد سیاسی رو دو پهلو بیا پایین، اینجا زمین منه، من دریای کلمه تو کبیر، من دریای کلمه تو کبیر لبت، واه واه ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش، ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش، پرچم خلقیم یعنی ما کل مملکتیم، تو نهایتاً به اندازه جمعیتتون به اندازه یه جزیره باشه. اگر کل مملکت رو نگاه کنیم مثلا جمعیت طرفداران نظام به اندازه یک جزیره است، مساحتی بخوایم حساب بکنیم کل ایران کجا، مثلا جزیره کیش کجا، یه همچین چیز فکر میکنم اینو داره میگه، میگه من اینقدر سطح، اینقدر اختلاف سطح داریم. این که رأس و زد باقی رو حریف همه جوره، همه جوره آنی، هم داوینچی داریم هم داوین، عامل همون راوی، پیروز جنگ می نویسه تاریخ، پیروز جنگ می نویسه تاریخ، اولتیماتوم میگیم ریتمیک، اما ما میشن هیستریک، اولتیماتوم داریم میدیم ریتمیک، اما ماها میشن هیستریک. وای ببینی بچه ها این رژیم رفتنیه، خودشون هم میدونن رفتنیه، تو هم میدونی رفتنیه، همه میدونن. ببخشید کریم بلوچ چطوری بچه؟ قربونه، داشتم ویدیو ضبط میکردم، گفتم که آقا همین الان هم به بچه ها بگم تو همین ویدیو من میخوام یه دونه لایف بذارم، درآمدش هرچی شد میزنم واسه تو، اونجا دیگه یه گوشه کارو بگی تو بلوچستان. این دولت آره، این دولت پوفیوز، این حکومت پوفیوز که تخمش نیستش که اصلا هیچ چیزی نه تنها بلوچه ها، هیچ چیزی تخمش نیست، اصلا هیچ چیزی تخمش نیست، همه چیز نابود بشه، اصلا تموم بشه. آره آره دیگه توی بچه مایه باید اونجا پولا رو بزنی، کشا رو بزنی زمین دیگه. من که میدونم تو بابات مایده اونجا، فقط ده تا لندکروز دارید شما، کس هم باید به من نگو، به من نگو آجی، من توی زبطم بهت زنگ میزنم. اوکی بعد زنگ میزنم، هماهنگ میشیم، من لایف میذارم دیگه، بچه‌ها هر چقدر تونستن کمک کنم بزنیم بره قبل امشب میذارم، احتمال زیاد امشب میذارم. آره قربونه جورم، خدافظ قربونه، خدافظ خدافظ خدافظ. آره شنبه است این تاریخی که دارم میگم این ویدیو ضبط میشه، امروز شنبه چندم، میخواییم لایو بریم امشب میریم، یعنی چند ساعت بعد، ساعت 9 شب فکر کنم خوب باشه، 9-10 شب. چندم امروز؟ 19 19 اسفند 1402 میگیم ریتمیک، اما ما میشن هیستریکم، با تخفنم ویترین، ابر انسانساز وال دیزنی، ابر انسانساز وال دیزنی، ابر انسانساز و من هستم. خیلی قراره اتفاقات خوبی بیفته تو ایران، اصلا پشم ریزون. بذارید یه خورده زمان بدید، این دهه 90 پوفیوز، این 1400 پوفیوز
بزرگ بشن ببین چه حیولایی میشن چه چیزای خفنی میشن. میکنتون پاره است کن میکنه تولید حوزه بیت پلی میشه جای خود دستور میرسه از قومت سایز تان کام ترسونده. آره از قلب نظامه یه سری از حرکت های رپی میکنه تولید حوزه بیت پلی میشه جای خود دستور میرسه از قومت تان کام ترسونده خنده هاش بچه عزیزم درم بس عزیزم آف. تصویر آخر اذیتم کرد ولی خب کار خوب بود گایید. چرا تیفوس گذاشته؟ تیفوس یه بیماریه، ربطش چی میتونه باشه؟ قطعا این انتخاب اسم همینجوری تخمی نبوده، یه دلیلی داره، یه کدی توش هست. تیفوس شاید هم نوعی تانک تیفوس، چون هی تانک میکرد، کاورش هم تانک بود. نمیدونم، در بیارم اگر برسم بهش اطلاع میدم بهتون. دوستتون دارم، دوست داشتنتون خیلی بیشتر. 35 دقیقه زر زدم، خدا نگهدار.